یکی از آنها محمد صالحی بختیاری فعال سیاسی است که چند ماه پیش از راه دریا آمد. مانش کانال مانش یکی از خطرناکترین و پرترافیکترین مسیرهای دریایی است و واقعا هم خیلی خطرناک بود. چند نفر که با ما بودن بیهوش شدن، یعنی اینکه خود پلیس دیده بود اینا که کنار زمانی که ما رسیدیم اینا دیگه بیهوش شدن. واقعا خیلی خطر جانی واقعا بسیاری بالاست اینا و از کسانی که واقعا این مسیر رو میخوان انتخاب کنن آگاه باشن این مسیر ساده ای نیست، واقعا خطرناکه. ساجد جاوید وزیر کشور بریتانیا عبور مهاجران از دریا را حادثه جدی نامیده و خواستار کمک فرانسه برای توقف آن است. نگران از اینکه سفر خطرناک دریایی باعث کشته شدن مهاجران شود. با قایق اومدین، خطرناک نبود تو اون مسیر پر رفت آمد سرد و آیا واقعا خطرناک نبود؟ ببین من به نوبه خودم میگم، نه هموطنان خودم، میدونم شرایط خیلی سخته ولی با تمام این خطراتی که کانال مانش و این دریا و این مسیر پناهندگی هست فکر نمی کنم به اندازه 1% خطری که جمهوری اسلامی رژیم ایران هست، این به نظر من خطر رژیم و مردمی که در ایران کشورشون ترک میکنن این خطر براشون مثل یک آب خوردن و خیلی بسیار ساده است. محمد که یکی از اعضای فعال جنبش ملی آزادی خواهان ایران است میگوید در فرانسه درخواست پناهندگیش پذیرفته نشده و حالا آمده که شانسش را در بریتانیا بیازماید. وزیر کشور بریتانیا اما میگوید مهاجرانی که از فرانسه میآیند در کشور امنی بودند و دلیلی برای عبورشان از دریا نیست. محمد میگوید بیشتر کشورها از پناهجویان سیاسی استقبال نمیکنند. اما چرا بیشتر ایرانی ها این مسیر پرخطر رو طی میکنند؟ ما دیگه زندگی برامون نمونده. زندگی در ایران دیگه اکثر کسانی که این مسیر میان تمام زندگی و خونه و کاشونشون و مردم ایران واقعا نابود شدن، از بین رفتنه. این قایق ها موضوع این روزهای رسانه های بریتانیا هستند. عبور مهاجران از راه دریا به بریتانیا از سواحل فرانسه. بعضی از مردم محلی هم نگران هستند. دارن میان دیگه، کسی هم جلوشون رو نمیگیره، خیلی ترسناکه. این 8 نفر هم سه شنبه به سواحل انگلستان رسیدن. در چند ماه گذشته 500 نفر دل به دریا زدن و آمدن، بیشترشان ایرانی هستن. یکی از آنها محمد صالحی بختیاری فعال سیاسی است که چند ماه پیش از راه دریا آمد. مانش کانال مانش یکی از خطرناکترین و پرترافیکترین مسیرهای دریایی است و واقعا هم خیلی خطرناک بود. چند نفر که با ما بودن بیهوش شدن، یعنی اینکه خود پلیس دیده بود اینا که کنار زمانی که ما رسیدیم اینا دیگه بیهوش شدن. واقعا خیلی خطر جانی واقعا بسیاری بالاست اینا و از کسانی که واقعا این مسیر میخوان انتخاب کنن آگاه باشن این مسیر ساده ای نیست، واقعا خطرناکه. ساجد جاوید وزیر کشور بریتانیا عبور مهاجران از دریا را حادثه جدی نامیده و خواستار کمک فرانسه برای توقف آن است. نگران از اینکه سفر خطرناک دریایی باعث کشته شدن مهاجران شود. با قایق اومدین، خطرناک نبود تو اون مسیر پر رفت آمد سرد و آیا واقعا خطرناک نبود؟ ببین من به نوبه خودم میگم، نه هموطنان خودم، میدونم شرایط خیلی سخته ولی با تمام این خطراتی که کانال مانش و این دریا و این مسیر پناهندگی هست فکر نمی کنم به اندازه 1% خطری که جمهوری اسلامی رژیم ایران هست، این به نظر من خطر رژیم و مردمی که در ایران کشورشون ترک میکنن این خطر براشون مثل یک آب خوردن و خیلی بسیار ساده است. محمد که یکی از اعضای فعال جنبش ملی آزادی خواهان ایران است میگوید در فرانسه درخواست پناهندگیش پذیرفته نشده و حالا آمده که شانسش را در بریتانیا بیازماید. وزیر کشور بریتانیا اما میگوید مهاجرانی که از فرانسه میآیند در کشور امنی بودند و دلیلی برای عبورشان از دریا نیست. محمد میگوید بیشتر کشورها از پناهجویان سیاسی استقبال نمیکنند. اما چرا بیشتر ایرانی ها این مسیر پرخطر رو طی میکنند؟ ما دیگه زندگی برامون نمونده. زندگی در ایران دیگه اکثر کسانی که این مسیر میان تمام زندگی و خونه و کاشونشون و مردم ایران واقعا نابود شدن، از بین رفتنه. حدود 2500 ایرانی در سال میلادی گذشته از بریتانیا درخواست پناهندگی کردند. نصف آنها در مرحله اول پذیرفته شدند و بقیه پرونده‌شان در جریان است.
آمار نشان میداد 3/4 پناهجویان ایرانی جواب مثبت میگیرند. در لندن هزاران مهاجر زندگی میکنن که هر کدوم هم از راه های مختلفی به این کشور اومدن. اما عبور از دریا با این خطرات جانی بالایی که داره در این فصل سرد، این سوالو به وجود میاره که این افراد باید چقدر در فشار و ناامیدی باشن که این راه رو انتخاب کنن؟ و آیا رسیدن به این کشور ارزش قمار بر زندگی رو داره؟ شهریار سیامی، BBC.